منابع عراقی از پیشروی نیروهای ارتش و 8 شعبی یا بسیج نیروهای مردمی در جنوب و غرب رمادی خبر دادند. به گفته منابع نظامی دولتی عراق، صبح شنبه نیروهای دولتی همراه با بسیج در غرب و جنوب رمادی پیشروی کردند و مناطق التاش، خمیره و انکور را آزاد کردند. پیشروی نیروهای بسیج در کنترل تأسیسات المصنع هم بسیار مهم بوده، تأسیسات شیمیایی که در صحرای انبار هست و در اون 170 سرباز عراقی حدود 3 ماه بود که به محاصره کامل پیکارجویان داعش در اومده بودند و از طریق هوا به اونها آذوقه و مهمات میرسید و بسیار نگرانی وجود داشت که کنترل داعش بر این تأسیسات ممکنه باعث بشه که پیکارجویان داعش بتونند از محتویات تولیدات شیمیایی این تأسیسات استفاده نظامی بکنند. مدیریت پلیس انبار هم در شرق رمادی به کنترل نیروهای بسیج مردمی در اومده. همچنین وزارت دفاع عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرده که بر اثر حملات خونپاره‌ای پیکارجویان داعش علیه مواضع دولتی در شرق فلوجه و همچنین در جنوب رمادی دست کم 20 سرباز و نیروی بسیج دولتی هم کشته و زخمی شدند. از جمله تحولات دیگه امروز، حملات هوایی پی در پی و بیشتر از گذشته همسو با حملات نیروهای ارتش عراق علیه مواضع داعش است. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا. همزمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق در گفتگو با تلویزیون العراقی، تلویزیون دولتی این کشور، خاطر نشان کرده که مسئله تصرف رمادی توسط نیروهای داعش در واقع به دلیل ضعف ارتش نبوده و این مسئله رو رد کرد که ارتش عراق توان مبارزه با داعش رو نداره و گفت این مسئله سقوط رمادی به دلیل اشتباه محاسباتی، اطلاعات غلط نظامی و برخی تصمیمات غلط فرماندهان نظامی بوده. این واکنشی بود به صحبت‌های فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در گفتگو با صدای آمریکا که 4 روز پیش اعلام کرد که نیروهای ارتش عراق توان کافی، توانمندی لازم برای مبارزه با داعش رو ندارند. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.